سلام و وقتتون بخیر بینندگان گرامی و خوش اومدید به بحث روز. بحث امروز ما در مورد سال نو تحصیلی هستش که در ایران آغاز شده، حالا چه در مدارس و چه در مراکز عالی آموزشی. به صورت کلی این موضوع بحث امروز ما هستش که با کاک جمال رسولی، روزنامه‌نگاری که در حوزه آموزش و پرورش فعالیت داره و مسائل آموزشی ایران رو بیشتر تحت نظر داره و روی اون مسائل کار میکنه. جناب رسولی خیلی خوش اومدید. درود بر شما و همه بینندگان محترم کورت کانال. خب جناب رسولی، سال نو تحصیلی همه میبینیم در ایران آغاز شده، در حالی که بحث از تورم افسار گسیخته‌ای هستش که بسیاری از اقلام و لوازم التحریر و هر آنچه که یک دانش آموز یا یک دانشجو برای تداوم تحصیل خودش احتیاج داره رو میبینیم که خیلی گران شده. اگه نگاه کوتاه و اجمالی داشته باشیم، وضعیت اقتصادی امروز و به ویژه وسایل مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان در چه کیفیت و در چه سطحی هستش؟ ضمن تبریک سال نو تحصیلی به همه دانش آموزان و دانشجویان و مدرسان که در سنگر مدرسه و دانشگاه علیه این رژیم دیکتاتوری امسالم در خفقان و سرکوب سال نو تحصیلی را شروع کردن، من ابتدا در مورد این سوالی که شما فرمودید این است که این خبری را تجارت نیوز منتشر کرد که قدرت مردم برای خرید به زیر 50% هم کاهش یافته. بعد از انتشار این خبر بسیاری از وبسایت های رژیم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن روزنامه کیهان وابسته به بیت خامنه ای خبر را منتشر کرد که گویا یکی از سایت های خبری خبر را منتشر کرده که این خبر را رسانه های ضد انقلاب یا همون رسانه های معاند به قول خودشون این خبر را منتشر کردن، ولی آقای داود فکوری رئیس اتحادیه اصناف ایران روی خط آمد و بلافاصله این خبر را تکذیب کرد. اما تجارت نیوز ضمن اینکه این خبر را تکذیب نکرد، بلکه بیشتر به حاشیه های این خبر و گرانی آن و قدرت کاهش خرید مردم در ابتدای مهر امسال به خیلی مفصل پرداخت. امسال سالی که شروع شده است، در همان لحظه که قدرت کاهش خرید مردم به 50% کاهش یافته، از سوی دیگر دانش آموزان و به ویژه خانواده های دانش آموزان با مشکلی میمانند سالهای گذشته با گرانی اقلام و تهیه لباس برای دانش آموزان خود مواجه شدند. ببین یک آمار خیلی ساده که من در پیگیر شدم و با بسیاری از مردم به صورت میدانی بله به صورت میدانی با اونا صحبت کردم، اونا از قیمتهای سرسام‌آور حرف میزنن. ببین در شهری بمانند من بین شهر مهاباد و شهر سنه را مقایسه کردم، ببین در شهرستان مهاباد یک دانش آموز ابتدایی مثلا چهارم ابتدایی حد اقل وسایلش که لازمه 5 میلیون تومان خرج برمیداره. حالا این وسایل هم از سوی وسایل لوکسی نیست، مثلا وسایل لوکسی که در شهرک فرهنگیان یا در مناطق اشهر که بالا شهر هستن یا به قول فرهنگیان هستن، این وسایل لوکس حتی تا 10 میلیون تومان هم برمیداره. یه برای دانش آموز راهنمای تا 7 میلیون، برای دانش آموز دبیرستان تا 10 میلیون تومان خرج برمیداره. حالا اینم بماند که مثلا در شهرستان سنا اگه همین دانش آموز بره درس بخونه همین 5 میلیون تومان که در شهر معابده، باید 7 میلیون تومان را برای یک دانش آموز ابتدایی خرج کنه. چرا؟ چون در شهر سنه این دانش آموزی که میره درس میخونه یا اقلامی را که تهیه میکنه از لوازم تحریرهای این وسایل را تهیه میکنن که به قول خودشون یک کمی مارکدار هستن، حالا که مارکدار هم که نیستن. یه سری اقلام و وسایلی که دانش آموزان مثلا باید تهیه کنن، یه مثلا یه مداد تراش تا 10,000 تومان، یه بسته مداد فایبر کاستر که برای نقاشی و گرافیک استفاده میشه تا 300,000 تومان خرج برمیداره. خب جناب رسولی، یعنی این اختلاف قیمت ها مشخصه، یعنی ثباتی در بازار ایران اصلا وجود نداشته تا باشه.
اما این چه تأثیری این فشار اقتصادی میتونه روی خود روحی دانش آموز برای تداوم درس سال تحصیلیش؟ و خب میبینیم همیشه اخباری منتشر شده به ویژه در سالیان گذشته که بسیاری از دانش آموزان به دلیل مسائل مالی نتونستن به مدرسه برن و از تحصیل باز ماندن. این چه تأثیری رو میتونه امسال داشته باشه؟ این فشاری که میبینیم خیلی گران شده وسایل و اقلامی که مورد نیاز دانش آموز هستش. در خصوص این موضوع همیشه میگن ماه مهر در کردستان و ایران وقتی که مدارس باز میشه بوی بیمهری میده. حالا این استعاره از اینه که دانش آموزانی که سال نو تحصیلی را آغاز میکنند همیشه با گریه و زاری و اینجور چیزا همراه بوده. این حتی برای خود ما هم شاید روی داده باشه که ما چیزا را میخواستیم خانواده ها نتونستن برامون بخرن، یا یه سری دانش آموزان تونستن بخرن که اونم برای ما همیشه یه جوری حالت سرکوب درونی بوده، میدونی به عقده تبدیل شده. این از لحاظ روانی شاید هم از لحاظ خانواده ها تحت تاثیر میشن. چرا؟ چون اونا نتونستن چیزایی را برای دانش آموز خود یا فرزند خود مهیا کنن که به مانند یه دانش آموز دیگه بره مدرسه. این از لحاظ خانواده ها دچار سرکوب درونی شدن، احساس حقارت میکنن. از سوی دیگه دانش آموز در دنیای واقعی با این تضاد طبقاتی مواجهه. یه دانش آموزی که مثلا همسایش اون تونسته همه وسایل رو تهیه کنه ولی برای خودش این جور چیزا نبوده. از لحاظ روانی این در دراز مدت در طول تحصیل بر کیفیت آموزش این دانش آموز تأثیر میگذاره. چرا؟ این دانش آموز، من قبل ها هم گفتم، این روحیه دانش آموز خیلی تأثیر پذیره از لحاظ مادی. یه مداد شاید برای ما خیلی ساده باشه ولی برای اون کسی که اون دانش آموزی که میره مدرسه این مداد رو تهیه کنه تهیه نکنه خیلی گرون تموم میشه. ببینید، من حتی من با دوستانی که در داخل کشور حرف زدم میگن اصلا یه جوری شده بسیاری از دانش آموزان به علت فقر شدید مالی، به علت اینکه قدرت کاهش خرید مردم خیلی کاهش یافته، حتی نتونستن دانش آموزانشون ثبت نام کنن. بسیاری از دوستان یا انجمنهای خیریه رفتن که وسایل امسال رو تهیه کنن تا سال دیگه هم ببینیم چی میشه. میگه تا حدی که وضعیت بحرانی است، تا حدی که دانش آموزان و خانواده ها تحت فشار هستن و این فشار هم میگه حتی بسیاری از پدر و مادرها میگن رومون نمیشه بیایم بیرون، چه که نمیتونیم فرزندمون رو بریم ثبت نام کنیم و وسایل رو براش بخریم. خب جناب رسولی اشاره هم داشته باشیم به مراکز خیریه که خب طبیعتا یعنی 100% وابسته به حکومت نیستن و مردم خیری هستن از همه اقشار و طبقاتی شاید بگیم که کمک میکنه، یا همچین مراکزی رو دایر کردن و کمک میکنن به دانش آموزان و دانشجویان برای اینکه بتونن ادامه بدن راه تحصیل و یادگیری آموزششون رو. چقدر این نهادها، چقدر این مراکز تا این چند سال گذشته تونستن کمک کنن به دانش آموزان و خانواده اونا که بتونن تداوم داشته باشه این پروسه؟ نهادهای خیریه یا انجمنهای مردمی که تأسیس شدن، ما در اواسط شهریور ماه بود بسیاری از خبرها منتشر میشد که کسانی که به علت بضاعت مالیات فقر دارن به علت این مسائل اقتصادی که هست آدرسایی دادن، شماره تلفنایی دادن که ما مثلا فلان انجمن خیریه برای مردم و برای دانش آموزانی که بضاعت مالی خوبی ندارن ما وسایل رو تهیه میکنیم. ولی این انجمن های خیریه هم باید اینو در نظر داشته باشیم که همین انجمن های مردمی اونا هم تهیه مادیاتشون از سوی افرادی هست که در جامعه متاسفانه به این شرایط، به علت این شرایط بد اقتصادی از تعداد انگشتان فراتر نمیره. فقط یه افرادی هستن که خیلی مرفه هستن، اونام اگه به این درک رسیده باشن که بتونن کمک کنن، وگرنه چیزایی که ما ببینیم بیشتر از قشر متوسط هستن که با جمع‌آوری پولهایی تونستن بسیاری از دانش آموزان را امسال در کردستان بتونن در مدارس ثبت نام کنن. ولی انجمن های خیریه هم خودشون با مشکلات بسیاری مواجه هستن. از سوی درسته، خب میبینیم جمهوری اسلامی مدام سرکوب کرده، بهشون فشار میاره، به همه انجمن هایی که فعالیت دارن به ویژه انجمن های خیریه،
و خب به مسئله جالب اشاره کردی، نکته مهمی که این فشار یا تورم اقتصادی هم بر خود این خیرین تأثیر گذاشته که اونا هم نتونن کمک کنن به کسایی که احتیاج دارن. این موضوع را میخوام اینجوری توضیح بدیم که ببینید الان خود پای حقوق یک کارگر 8,200,000 تومان. خب یعنی یک کارگری که دو تا دانش آموز ابتدایی داشته باشه، حتی در مثلا شهرهای حاشیه مثلا مرکز هم نباشه، این کارگر باید حقوق 2 ماهش رو صرفا برای این دو دانش آموز خودش خرج کنه. یعنی یک کارگر پای حقوق روزانش 270,000 تومانه. با این 270,000 تومان مثلا میتونه 2 تا همبرگر بخره، یا میتونه 2 تا بسته پنیر لیقوان بخره، یا میتونه 450 گرم بسته گوشت گوسفندی بخره. یعنی وضعیت خیلی از این چیزی که ما میگیم بحرانی تره. این انجمنهای خیری هم که از سوی افرادی متحد و دلسوز به جامعه و به نسل امروزی توجه کرده هم، میبینیم که اونام خودشون میگن که ما با مشکلات مواجه هستیم که افرادی هم که مرفه هستن نمیتونن بیان. چرا؟ چون از یه طرف به این برمیگرده که افراد مرفه به این زیاد به این موضوعات توجه ندارن، و از سوی دیگرم اگه باشه به خاطر خفقان و سرکوبی از و نگاه امنیتی که به این انجمنهای مردمی و خیریه هست، اونا نمیتونن زیاد تو چشم باشن و کمک دانش آموزان رو کنن. خب درسته. جناب رسولی اشاره هم داشته باشیم به وضعیت، چون بیشتر در مورد دانش آموزان صحبت کردیم، اشاره هم داشته باشیم به وضعیت دانشجویان و به ویژه دانشگاهی که دانشجویان مجبورن که برای واحدهای درسیشون شهریه پرداخت کنن. یعنی این شهریه چه فشارهایی رو میتونه وارد بکنه و در مقابل هم آینده‌ای وجود داره برای این دانشجویانی که این همه هزینه های هنگفت رو بایستی متقبل بشن؟ آیا آینده وجود داره؟ آیا امیدی هستش برای اینکه نهایتاً بتونن کار خودشون رو حداقل داشته باشن؟ در مورد دانشجویان قضیه خیلی متفاوته. چرا؟ دانشجویان از همون اول شروع مدارس، دانش آموزان از سوی با تعلیق، از سوی با محرومیت از تحصیل، از سوی حتی با اخراج مواجه شده بودن. از سوی دیگر که اگه بخوایم دانشجویانی که امسال به دانشگاه ها ورود کردن و دانشجویانی هم که امسال دوباره ادامه تحصیل میدن در دانشگاه ها، از لحاظ شهریه اونا به چیزی اشاره میکنن، میگن تحصیل شده پولی. یعنی چرا؟ چون این حرفا که وقتی میگن بیهوده نیست. چرا؟ این دانشجویی که درس میخونه میگه به ما میگن بیایید درس بخونید، ما بهتون وام میدیم. ولی وام چجوری و به چه کسانی تعلق میگیره؟ به کسانی که تعلق میگیره در اونجا هم به دانشجویانی تعلق میگیره که شرایطش رو دارن. شرایط را یکی زامن هایی که کارمند باشن، وابسته به ارگان های امنیتی رژیم باشن، وابسته به سازمان های سرکوبگر رژیم باشن. این دانشجوها در اولویت قرار دارن. ولی با این وضعیت سیاسی که در ایران هست، من نمیبینم که دانش آموزان وابسته به این نهادهای سرکوب باشن، یا حداقلی هست که به این ارگانهای نظامی وابسته هستن که این شرایط وام رو دارن. در نهایت این نبود شهریه و عدم امکان پرداخت شهریه برای دانشجویان منظر به این فکر که دانشجویان به 2 راه اکتفا کنن، یا اینکه ادامه تحصیل بدن با شرایط بسیار وخیم که خیلی سخته، یا اینکه از تحصیل محروم بشن. تحصیل از محرومیت از تحصیل و عدم ادامه تحصیل از سوی دانشجویان 2 زیان بسیار بزرگی در پی داره. یکی اینکه جامعه به سوی بیسوادی کاذب بهش میگن، یعنی بیسوادی هست که در خفا هست، و دانشجو که بهش میگن ارتش بیدار جامعه، کم کم این مدارس، این دانشجوها تی یک پروسه از ادامه تحصیل که باز ماندن، خود به خود جامعه دوچار پسرفت میشه، دوچار ایستایی میشه، و این ایستایی موجب میشه که دانشجویان و خود جامعه دوچار مشکلاتی بشه که در آینده ما خواهیم دید. الان مثلا من در دانشگاه صنعتی شریف الان
مهاجرت دانشجویان به صورت جمعی وجود داره. یعنی هر وقتی یه سرمایه انسانی اونم از لحاظ فکری نخبگان و الیت های جامعه از جامعه به این سادگی میرن بیرون، این از لحاظ مادی و از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ علم، از لحاظ تولید دانش، این جامعه به صورت استوا و منجمد تبدیل میشه و در نهایت افرادی نالایق به همانند همین مدیع سرایان، افرادی چاقوکش و افرادی به مانند بسیج دانشجویی. چند روز پیش بود بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اومده بود سخنرانی میکرد، میگفت ببینید ما اقتصاد رو درست کردیم. حالا نمیدونم این اقتصادی که درست کرده از کجا این حرف رو در آورده. حالا بعضی هم به طنز گفته بودن همینی که امروز این سخن رو میگه برای به وزارت صنایع و معدن و تجارت منصوب میشه و دیگه چیزی دربارش نیست که برای مردم داشته باشه. من مطمئنم که این دانشجوانی که امسال به دانشگاه ها رای یافتن در ترمهای آتی با مشکلات مالی حدیده مواجه میشن، در نتیجه بسیاری از دانشجویان از تحصیل انصراف میدن. انصراف از این تحصیل باعث میشه که مردم دچار کمبود دانش و در نهایت دانشگاه ها به مراکزی تبدیل بشن که مراکز تفریحی تبدیل میشه. یعنی فقط صرفا میرن دانشگاه و چیزی نمیتونن تحصیل کنن. یعنی کیفیت چندانی نخواهند داشت و بیشتر ببین وقتی یک دانشجو تمام هم و غمش این باشه که بتونه شهریه رو پرداخت کنه، مطمئنن کیفیت آموزشی میاد پایین. کیفیت آموزشی، آموزش و پرورش دو جنبه داره، یکی جنبه کیفیتی، یکی جنبه کمیتی. در کمیتی که دیدیم داستانش چجوریه، افرادی در رشته مثلا پزشکی امسال قبول شده اند که خود وزارت آموزش و پرورش اصلا تعجب کرده، گفته این افرادی که برای رشته پزشکی قبول شدن حتی در کوچکترین مقاطع تحصیلی دبیرستانی هم اینا نمره قبولی کسب نکردن. ببین این از اون لحاظ، از لحاظ کیمیت به صورت فلهی وارد شدن، وارد رشته های خیلی تخصصی شدن که اینا هم دوباره در آینده چه مشکلاتی را برای جامعه درست کنه. و از لحاظ دیگه کیفیت آموزش، ببین کیفیت آموزش، یک دانشجوی وقتی با این شرایط، با این بی پولی، با این وضعیت اقتصادی به دانشگاه وارد میشه، مسلما خب جناب رسولی همین صحبت های شما، یعنی کیفیت آموزش هم طبیعتا این فشار اقتصادی هم رو اساتید دانشگاه هستش دیگه. وقتی یه استاد دانشگاه مشکل مالی داره، نمیتونه یه خونه بخره، طبیعتا اینم رو روحیه اون تاثیر میگذاره وقتی میاد سر کلاس. ببین الان خود این مشکلاتی که ما بحث میکنیم در مرحله اول گریبان دانشجویان و دانش آموزان را گرفته، ولی در یک استاد دانشگاهی که باید دنبال تحقیقات بره، دنبال مسائلی بره که برای دانش آموزان و برای دانشجویان بتونه علم تهیه کنه، بتونه جواب اونا را پاسخ بده، ولی وقتی یک استاد دانشگاه تمام غمش اینه که حقوقش چند میشه یا این ماه چقدر حقوق میگیره، این در سر کلاس نمیتونه اون کیفیتی را، آموزشی را که بتونه به دانش آموز یا به دانشجو القا کنه نمیتونه. چرا؟ چون خود این استاد دانشگاه مثلا در فیزیک یا در شیمی که به آزمایش های مثلا تجربی نیاز داره نمیتونه وسایلش رو تهیه کنه. حتی من خود اینا را دیدم، بسیاری از دانشگاه تبریز دقیقا با همین مشکل مواجه شدن. یکی از نمایندگان تبریز همین چند سال پیش یک دانشگاه شیمی و فیزیک که یه آزمایشگاهی براش گذاشته بودن، امسال همین آزمایشگاه به چی تبدیل شده؟ به مرکز کافینت تبدیل شده. چرا؟ چون که این وسایل برای که آزمایش مورد استفاده قرار گرفته، مثلا همین کاغذ های تورنسل، مثلا همین آزمایشات هیدرولیک، گفتم به علت اینکه اصلا بودجه اختصاص نیافته یا دانشگاه نمیتونه این بودجه را اختصاص بده، به مرکز کافینت تبدیل شده. خب درسته، ببخشید به پایان برنامه رسیدیم، اگه به عنوان یه جمع‌بندی داشته باشیم اما خیلی کوتاه بفرمایید. من دوباره از همه دانش آموزان، مدرسان و دانشجویان در سنگر مبارزه که با این شرایط اقتصادی و با این همه مشکلات، خفقان، سرکوب، تعلیق، اخراج، محرومیت از تحصیل مواجه شدن، من دوباره
بیانا سلام میکنم، سال نوی تحصیلی را بهشون تبریک میگم و مطمئنم این موضوعاتی که ما گفتیم و این موضوعاتی که هست در حوزه تهیه وسایل آموزشی از دانش آموزان ابتدایی گرفته تا دانشجویان در آینده این موضوع آموزش پرورش نه تنها به بحران تبدیل شده بلکه به چالشی تبدیل میشه که درمانش با این ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی به بحرانی فراتر تبدیل میشه و این مطمئنا شاید به جاهایی برسه که خود خامنه‌ای هم اشاره زمینی داشت که اگر دانشگاه هم چند سال تعطیل بشن مشکلی پیش نمیاد. شاید یکی از برنامه‌هایی هم باشه که همین از سوی مسائل اقتصادی دانشگاه را به جای به ورطه تعطیلی بکشانن که من مطمئنم با این بیداری که دانشجویان و مدرسان مبارز دارن این توطئه شوم رژیم جمهوری اسلامی ایران در نطفه خفه خواهد شد. خب خیلی ممنون جناب رسولی از حضورتون در برنامه. ممنون از شما و همه بینندگان محترم کردگرام. بینندگان گرامی، این بود بحث امروز ما. خدا نگهدارتون.